همزمان با خیزش موج سوم کرونا افزایش نرخ مواد سوخت به ویژه تیل انتقاد تند هراتیان را به همراه شده است. شهروندان هرات از بلند رفتن نرخ مواد سوخت در بازارها ابراز نگرانی کرده، میگویند که مسئولان با درک شرایط کرونایی در کنترل نرخها باید نظارت داشته باشند. سوی شورای ولایتی هرات میگوید که بازار فروش تیل در هرات مافیایی شده است. همکارم با جزئیات بیشتر این خبر. تهدید موج سوم کرونا از یک طرف و افزایش بهای مواد خوراکی و سوختی به ویژه تل در این حوزه شکننده اقتصادی از جانب دیگر شهروندان هرات را نگران کرده است. این شهروندان میگن در این وضعیت برخی از تاجران به ویژه وارد کنندگان تل و گاز به عوض اینکه مردم را درک کنند برعکس قیمت ها را بلند میبرند و دست به احتکار میزنند. شاید نگران کننده چون واقعا وضعیت اقتصادی مردم خراب شده و وضعیت کرونایی و قرنطینه هم که شده کاروبار مردم تعطیل شده و حکومت باید به زیر رسیدگی کنن و قیمت ها را کاهش بدن، قیمت های مواد سوختی کاهش قیمت بدن. و همچنان ما از دولت تقاضا داریم که دولت هم باید در این بخش رسیدگی کنه و یک قیمت خودی مقطوع کنه که تجارین مثلا گاز در فلان قیمت بدن و همچنین تیل در فلان قیمت. اما تنها این نگرانی و شکایت نزد شهروندان نیست، بلکه شورای ولایتی هم نسبت به افزایش قیمت مواد سوختی انتقاد میکند و میگوید که بازار فروش تل در هرات مافیایی شده و برخی تاجران با استفاده از وضعیت کنونی دست به افزایش قیمت تل زدند. اونا به لحاظ اقتصادی مردم از بین میبرند، اونا خود از اونا به مافیا که میخوام که از سوء استفاده میکنم، از ناامنی ها، از جنگ ها قیمت تل بالا بردن. امیدوار هستیم که به این مشکل دولت رسیدگی کنه و مشکل رو بزرگترین فرصت حل کنه. روزانه دست و کم 200 معموله مواد سوختی از دو مرز ترکمنستان و ایران وارد هرات می شود. فروشندگان پرچون تل هم وارد کنندگان مواد سوختی را به احتکار و سوء استفاده از وضعیت متهم می کنند. تون 40 دلار 35 دلار از دیروز تا امروز بالا رفته، یعنی ما فیل تر حال اگر ما مثلا همی تلا ارزون ما خلاص شه هفته آینده به 44 45 روپه فیل تر میشه. دیگه از نظر ما جنی هم بالای اینجگام دیگه همی کسایی که به صدر قدرت و دولت هم دیگه بیکفایتی از اینا هست که ایت سر به خود میگذارن که بالا ره. تاجر ما اینجا تل قید میکنه به خاطر از این که قیمت های تل بالا ببرن و مردم گران بفرشن. ما خود ما امروز تل ما به 8500 به ما میدادم، ما نخریدیم و حال بشده به 9500. از سوی هم مسئولان اداره نفت و گاز ماهی هرات دلیل افزایش بهای سوختی به ویژه تل را بلند رفتن قیمت آن در بازارهای جهانی و افزایش تقاضای این مواد را عنوان می کنند. به نرخ که سر مرز تعیین میشه و توسط اتحادیه هاست و نظر به حجم وارداتشان و همچنان نظر به نرخ بازار جهانی که اونام و فیصدی مفاد خود را تجار محترم ملی در نظر می گیرند تعیین میشه. اما در قسمت از اینکه تانک های تیل یا عرضه خدمات از طریق تانک های تیل در شهرها و همچنان در ولسوالی ها صورت میگیره، وقتا فوقتا شرکت دولتی نفت گاز در ولایت هرات نظارت خود را از تانک های تیل دار. طبیعتا ما اگر عوامل به تحولات منطقی و جهانی بستگی داشته باشه خب از دست ما چیزی نمیاد، اما در صورتی که عوامل داخلی باشه، افراد سوء استفاده گر باشن، افرادی که دست به احتکار بزنن یا خواسته باشن با چنین اقدامات مشکلات مردم را افزود کنن با اونا برخورد. در کنار این بیکیفیت بودن مواد سوختی نیز انواره از دیگر انتقادهایی بوده است که شهروندان هرات از آن دارند و میگویند که در بیشتر موارد تل و گاز بیکیفیت باعث تخریب وسایل خانگی و وسایل نقلیشون شده است.